برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. رسانه‌های محلی در پاکستان با اعلام شهادت یک شهروند شیعه در پاکستان گزارش دادند که نسل‌کشی شیعیان در پاکستان هنوز متوقف نشده است. طبق این گزارش، سید افضل‌حسین نقوی در حمله افراد مسلح ناشناس در مقابل یک مسجد به شهادت رسید. او دبیر اطلاع رسانی مجمع وکلای قائم بود. روز به روز شهروندان فعال و مفید پاکستان با هویت شیعه در عرصه‌های مختلف هدف قرار می‌گیرند. سایت شیعت نیوز پاکستان اعلام کرده که دولت پاکستان به طور کامل در توقف نسل‌کشی شیعیان شکست خورده است. عربستان سعودی مسیر جدید و آسفالت شده صعود زائران به کوه نور و غار حرا را افتتاح کرد که محل عبادت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه مکرمه بوده است. در همین راستا فرهنگسرای محل حرا در پایین دست کوه نور در 3 کیلومتری شهر مکه مکرمه اعلام کرد که به مناسبت روز جهانی کوهستان، فاز نخست مسیر جدید صعود به غار حرا از طریق یک جاده آسفالت در جبل النور افتتاح شد که مدت زمان صعود زائران را به 15 دقیقه کاهش داده است. مقامات سعودی پیش از این اعلام کرده بودند که با یک پروژه عمرانی جدید که به تعبیر آنها گردشگری و میراث فرهنگی این کشور را غنی می کند، مسیر جایگزین فعلی خاکی باریک و پرپیچ و خم و خطرناک فعلی در صعود به غار حرا را احداث کرده است.